خواست مسکو برای ایجاد یک دولت انتقالی در افغانستان. زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان گفته که مسکو ترجیح می دهد که تمامی طرف های درگیر در افغانستان روی ایجاد یک دولت انتقالی ائتلافی موافقت کنند. اما عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان می گوید که هر گونه رای حل درباره نظام آینده این کشور با توافق تمامی طرف ها در میز مذاکرات صلح باید به دست آید. فرض کنید امروز ما یک حکومت ساختیم، نامش گذاشتیم حکومت موقت. بعد از دوره موقت چی؟ آیا ما یک موافقه در این رابطه داریم؟ تضمین برای تطبیق موافقه آیا وجود داره؟ اینی چیزایی است که در روی میز مذاکره باید که مردم افغانستان رویش بحث بکنن. حدود 3 هفته پیش نیز این هیئت طالبان در جریان سفر به مسکو خواهان استعفای رئیس جمهور افغانستان و ایجاد یک حکومت موقت شده بودند. برخی از آگاهان بدین باورند که روسیه با طرح ایجاد دولت انتقالی در افغانستان در تلاش است که چارچوب مذاکرات صلح مسکو را جایگزین مذاکرات صلح بین الافغانی قطر بسازد. به این مناسبت است که اینا میخواهند که در چوکات یک اجماع هم منطقه که عمدتاً باید منطقه را حل بکنه و هم با اداره بایدن و ایالات متحده آمریکا این مکانیزم در عرصه عملی یا منصه عمل را پیاده بسازد. این دیپلمات روسی مذاکرات صلح قطر را نیز ناکام خوانده است و خواهان پیشبرد مذاکرات با حضور روسیه، چین، آمریکا و کشورهای همسایه افغانستان شده است. آقای کابلوف بر آغاز دوباره مذاکرات صلح و تامین آتش بس هم تاکید کرده است. روسیه می خواهد که به آمریکا رقیبی تاریخی و سیاسی خیش نشان دهد که آنها در جنگ و صلح افغانستان دستی باز دارد. این در حالی است که نقش آمریکا و روسیه در افغانستان اصلا قابل مقایسه نمی باشد. پیش از این شماری از سیاسیون نیز درباره ایجاد حکومت موقت در افغانستان صحبت کردند. در واکنش رئیس جمهور غنی گفته که حکومت موقت فاقد مشروعیت بوده که به خونریزی ها و جنگ داخلی می انجامد. سید حسیب مودودی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، کابل.